در این میان وزیر خارجه آمریکا هم وارد کره جنوبی شد. گیتاریان همکارم در استودیو همراه ماست. گیتا، برنامه آقای پامپئو در سئول چه هستش؟ آقای پامپئو قبل از اینکه اصلا اون فرودگاه رو که در واقع وارد پایگاه نظامی هواپیماش در پایگاه نظامی نشسته بود ترک بکنه، اونجا با فرمانده نیروهای آمریکا در کره جنوبی دیدار کرد که الان آرش هم راجع به برخی گوشه از این مسئله صحبت میکرد. بعد از اون قرار هست که با رئیس جمهوری کره جنوبی ملاقات بکنه. در این بین وزیر خارجه ژاپن هم قراره بیاد سئول و بعد آقای پامپئو وزیر خارجه ژاپن و وزیر خارجه کره جنوبی همه با هم صحبت کنند و در واقع آقای پامپئو این افراد رو در جریان یه سری جزئیات مذاکرات سنگاپور بگذاره و مثل اینکه مقصد بعدیشون پکن هستش. درسته، همینطوره که این به دعوت مشاور اول رئیس جمهوری چین هست. از قبل این دعوت شده بوده که یک هدف عمده طبیعتاً باز هم این هستش که چینی ها رو در جریان اون جزئیات ملاقات پرزیدنت ترامپ با کیم جونگ اون قرار بدن و بعد هم اون وقت دیگر مسائل دو جانبه و بین المللی. گیتا، در گزارش دیروز اشاره کرده که قراره که کره شمالی هم نماینده ای رو برای این مذاکرات تعیین کنه، یه خبری در ارتباط هست؟ درسته، نه هنوز خبری نداریم، ولی یکی از افراد احتمالی همون کیم جونگ چول هست که آقای پامپئو رفت به در پکن بود با اون ملاقات کرد. قبلا در این مذاکرات به همراه پرزیدنت ترامپ بود و اولین بار که در صحنه بین المللی پیدا شد ظاهر شد اخیرا در بازی های المپیک سئول بود. دست راست کیم جونگ اون هست. نفر بعدی وزیر خارجه کره شمالی هست که تا حالا اصلا اسمی ازش شنیده نشده بود. حداقل او فردی هست که میگن که خیلی خوب فارس انگلیسی صحبت میکنه، روون هستش، جوان، نسبتاً 62 ساله است، رتبه های بالایی داشته در غرب، بنابراین که از جمله یکیش در مذاکرات گروه 6 جانبه هست در گذشته که با کره شمالی صحبت میکردن و مذاکره میکردن. و نفر سوم که میگن احتمالش کم هست، یک وزیر خارجه سابق هست که سفیر کره شمالی در سوئیس هم بوده و این کسی هستش که وقتی کیم جونگ اون در سوئیس درس میخون در واقع نظارت داشت بر کارهای اون. ولی همونطور که گفتم میگن شانس این کم هست. نفر اول که اسم بردیم اون جنرال خیلی تندرو هست، اما میگن که وزیر خارجهشون از لحاظ دیپلماتیک و گفتاری ملایم‌تره، بهتره، ولی خب این دلیل نمیشه که یعنی بخواد امتیاز بده.